اسم اصلیش گلندام طاهرخانی یا اونطور که خودش توی مصاحبه‌ای گفته مهناز بود، ولی ما اونو با اسم سوسن میشناسیم. سوسن و خواننده کوچه بازاری میدونن، ولی تونست تو دل روشن فکرا هم جای پای محکمی از خودش به جا بذاره. توی فقر بزرگ شد ولی دست و دل باز بود. بیمارستانی هم با کمک مالی سوسن توی زادگاهش قصر شیرین ساخته شد. اعضای گروه ارکسترش رو نونوار میکرد و طاقت نداشت فقر کسی رو ببینه، ولی خودش تو سالای پایانی عمرش به همون تنگ دستی دوران کودکیش برگشت، این بار در آمریکا. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. سال 1319 توی قصر شیرین توی خانواده فقیر به دنیا اومد. خانواده سوسن کرد بودن. چند سالی بیشتر نداشت که پدرشو توی یه تصادف رانندگی از دست داد. تأمین مخارج زندگی دو تا بچه کار سختی بود و حدوداً یک سالی از فوت پدرش گذشته بود که مادرش تصمیم گرفت دوباره ازدواج کنه و سرپرستی سوسنو به عمش سپرد. خودش تو مصاحبه تو سال 48 گفته دست بیرحم فقر خانواده سه نفره ما رو از هم جدا کرد. برادرم عباس پیش مادرم موند و من با عمم رفتم. بعدا فهمیدم که چون عمم بچه دار نمیشد نگهداری منو قبول کرده. ولی اون صمیمیت لازم بین ما وجود نداشت. بیپدری، دوری از مادر و برادر و سر سفره عمه و شوهرم نشستن منو به طور غریبی حساس بار آورده بود. طوری که شبا بی اختیار تو رخت خواب گریه میکردم و به یاد مادرم و برادرم اشک میریختم. عمه سوسن توی کرمانشاه زندگی میکرد و اون از قصر شیرین به کرمانشاه رفت. کلاس سوم ابتدایی رو تو کرمانشاه گذروند و بعد از اون به تهران رفتن. شوهرمش تو چهارراه حسن آباد یه مغازه میوه فروشی دست و پا کرد و بالای مغازه هم یه خونه بود که 3 اتاق داشت و اونجا زندگی میکردن. خودش گفته من یه روستایی ساده بودم که تهران تو همون نگاه اول منو جذب کرد. تهران منو افسون کرد. همه چیز تهران جالب و تماشایی بود. 15 روزی از کلاس 4 به مدرسه رفت که به خواست شوهرمش ترک تحصیل کرد و خونه نشین شد. تو همسایگیشون خانومی بود که توی کاباره میرقصید و میخوند. این خانوم دائم آهنگهای بروز رو میخوند و سوسن هم اون آهنگا رو باهاش زمزمه میکرد و اطرافیان هم از صداش تعریف میکردن. یه روز به همراه همون خانوم همسایه به کافه ای رفت که اونجا کار میکرد. کافه سوسن که بعدن اسم هنریش هم همین شد. 13 ساله بود که به پیشنهاد زن همسایه با شبی 2 تومن تو کافه سوسن شروع به کار کرد. این کافه اولین سکوی پرشش بود. ترانه‌های دلکش قمرالملوک وزیری و ملوک زرابی و تقلید میکرد و میخوند. اونقدر کوچیک بود که قدش به میکروفون نمیرسید. یه پله میذاشتن زیر پاش که بره بالاش بخونه. مردم آواز خوندن سوسن رو دوست داشتن و تشویقش میکردن. از همینجا بود که تصمیم گرفت خواننده بشه. ولی این کار براش بدون دردسر نبود و به خاطر اینکه تو کافه و کاباره میخوند مورد غضب خانواده بود. یه شب پسرموهاش میریزن تو کافه و میگن اومدیم سر تو ببریم. کار به کلانتری میکشه و رئیس کلانتری به پسرموها میگه که سوسن جزو خانواده شما نیست. میگن که اولین همسر سوسن همون رئیس کلانتری بوده. هرچی که بود سوسن قبل از خارج شدن از ایران 2 بار ازدواج کرد. هر بارم همسراش با خوانندگیش مخالف بودن. به همین دلیل باعث شد که سوسن از اونا جدا بشه. بعد از اون سوسن تو رادیوی نیرو هوایی مشغول به کار میشه و آوازش تو کل کشور پخش میشه. تو همین ایام رشید مرادی که آهنگساز معروفی بود با سوسن آشنا میشه و اونو به یه کافه دیگه میبره و اسم هنریشو میذاره سوسن. سوسن سواد خوندن و نوشتن نداشت و به کمک رشید مرادی و یار محمد تهرانی ترانه ها رو حفظ میکرد. مرحوم موشنگ ابتهاج که تجربه خیلی زیادی توی عرصه موسیقی داشت یه بار یه جا گفته که سوسن هرگز حتی یک نوت رو اشتباه نخونده. کم کم با کمک جمیله رقصنده هنرمند پاش به کافه های مجلل تر باز شد تا جایی که تونست تو شکوفه نو که یکی از کاباره های مهم اون زمان تهران بود جایی برای خودش باز کنه. پوشش، آرایش و رفتار سوسن خیلی ساده بود. به همین خاطر برای عموم مردم و همینطور روشنفکران جامعه گیرا بود و همین باعث شد که خیلی زود ملکه بیچون و چرای لاله‌زار بشه. آقا رضا سهیلای معروف که چند تا کافه و کاباره تو لاله‌زار داشت تو همین زمان از سوسن خواستگاری کرد که البته جواب منفی گرفت. تا
ترانه های سفر و نمیشه سوسن حدود 2 میلیون نسخه فروخت و همین باعث شد زندگیش کامل عوض بشه، تا جایی که پاش به سینما هم باز شد و فیلم هایی مثل قیصر و حسن کچل با صدای سوسن تونستن مردم رو به سینما بکشونن. سال 1348 در کنار گوگوش و عارف تو فهرست بهترین خواننده های محبوب مردم قرار گرفت. کم کم به مهمونی بزرگان دعوت شد. بعد هم با کمک پوران پاش به دربار باز شد و به خاطر قدردانی از جمیله باعث شد که جمیله هم بتونه به دربار رفت آمد کنه. تو بیشتر مهمونی های تاج الملوک مادر محمد رضا شاه به همراه ملوک زرابی دعوت میشد. حتی توی مهمونی فرح پهلوی همسر شاه گردنبندی رو از گردن خودش باز کرد و برای قدردانی به گردن سوسن انداخت. سوسن زن با شخصیتی بود و هیچ موقع گذشتش رو فراموش نکرد و به نیازمندان خیلی کمک میکرد. هزینه تحصیل چندین دانش آموز و دانشجوی بی‌بضاعت رو میداد. سرپرستی چندین کودک بی سرپرست رو مادرانه به عهده گرفت و تو ساختمون بیمارستانی تو قصر شیرین مشارکت کرد که محلی‌های اون منطقه این بیمارستان رو به اسم سوسن میشناختن. ولی دوران خوشی سوسن دووم چندانی نداشت. میز قمار و دوستان ناباب زندگی سوسن رو در اوج شهرت زیر و رو کرد. دوستاش حساب شده و ناجوان مردانه اونو کشوندن پای میز قمار و زحمت چندین سالش رو به باد دادن. زمانی که سوسن از همه جا رونده شده بود، آفت یه خواننده دیگه که اون موقع توی لاله‌زار میخوند بهش کمک کرد. سوسن خونه خودش رو از دست داد و برای مدتی تو خونه آفت ساکن شد و با کمک آفت بود که تونست دوباره روی پای خودش وایسه. سوسن همچنان ملکه بی همتای لاله‌زار بود تا اینکه انقلاب شد و دیگه جایی برای خوانندگی زنان نموند. اون توی ایران موند. تو دهه 60 دوبار بازداشت شد و به خاطر آوازخونی تو مجلس‌های خصوصی به شلاق محکوم شد و تعهد داد که خوانندگی رو برای همیشه بذاره کنار. بعد از مدتی مجبور شد که از ایران خارج بشه و از طریق کوه به ترکیه و از اونجا به لندن و در نهایت به شهر لس‌آنجلس توی آمریکا رفت. سوسن تو سالای آخر عمرش وضع مالی مناسبی نداشت و گهگاهی تو کاباره رستورانای ایرانی برنامه اجرا میکرد. قرار بود شرکت ترانه به صورت رایگان ترانه های جدیدی ازش ضبط کنه، ولی عمرش کفاف نداد. 6 ماه قبل از مرگش تو گاراژ خونه یکی از دوستاش تو شهر لس‌آنجلس زندگی کرد، تا اینکه 1 ماه قبل از فوتش دوستانش آپارتمان کوچیکی براش فراهم کردن و به اونجا اسباب کشی کرد. سوسن بر اثر حادثه‌ای دست راستش شکست، ولی برای درمانش هیچ اقدامی نکرد. بعد از مدتی دست شکسته خیلی اذیتش کرد، تا اینکه توی عمل جراحی 8 ساعته درمان شد. بعد از عمل حال سوسن رو به بهبودی رفت، ولی بعد از مدتی اون که به شدت ضعیف شده بود دچار ایست قلبی شد و تو اردیبهشت سال 83 از دنیا رفت. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانالمون نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت کنید.